الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قوانین فروردگار الله تعالی و مقررات دین اسلام پاکترین و بهترین مقررات در دنیا هستند. قوانین و ضوابط و مقررات بشر احتمال اشتباه فراوان داره که در او اشتباه باشد و همواره توی دنیا قوانین عوض میکنند. وقتی یک قانون جواب نمیده و وقتی یک قانون ثابت بشه که خوب نیست، جابجا میکنند، قوانین عوض میکنند. و اما قانون فروردگار و دستورات الهی که تا قیامت همه چیز برای الله تعالی نمایان هست و عالم الغیبان، علم ما کان و ما یکون را دارن، هم گذشته را و هم آینده را، و علم فروردگار همه چیز را در احاطه خود گرفته است. هر قانونی که الله تعالی وضع بکنند، او قانون فروردگار امکانه این که در او مشکل وجود داشته باشه و بنبست در آن برای بشر باشد، این امکان وجود ندارد. بلی گاهی هست که یک قانون را الله تعالی موقتا وضع میکنه به خاطر تربیت و بعد جابجا میکند. در ابتدای اسلام و در شریعت های گذشته اینطور بوده است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. شده اینطور که یک قوانین الله وضع کرده در ابتدای اسلام و جابجایش کرده است و این تربیتی بوده برای مسلمانان. ابتدا مسلمانان آمادگیشون کمتر بود و بعد آمادگی اونها بیشتر شد، ولی همکنون همه قوانین الهی و مقررات خدا با ختم نبوت بر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و بند شدن سلسله وحی به دنیا، دیگه وحی نمی آید، همه قوانین الهی تا قیامت. و الله رب العزت بشر تا قیامت دیده و نیاز بشر را تا آخر دنیا دیده است و همه چیز را خدا دیده و شناخته و از روی شناخت، از روی علم، از روی دانش قوانینش را گذاشته. همه قوانین الله تعالی برای سعادت بشران، سعادت دنیا و آخرت، سربلندی دنیا و آخرت، راحت دنیا و آخرت بشر و از آن جمله از این قوانین الهی همین پوششی برای زنان و حفظ حجاب برای زنان. وقتی ما میگیم حجاب برای زن، شاید بعضی به این خیال بیفتن که ما از برقع صحبت میکنیم. نه، حجاب به معنای پوشش هست و پوشش اسلامی. عرض کنم که چیزی که لازمه پوشش اسلامی هست و پوشش اسلامی باشه، لباس اسلامی را انسان زنها به تن بکنند، همین ضروری هست و همین را اسلام وضع کرده است. لباس ها در همه فرهنگ ها و در همه ملت ها مختلف هست. لباس زنان، لباس زن مردان، یک لباس خاص نیامده. شما در هر قومی هستید، لباس اونها را بپوشید، لباس مرد، لباس زن.
ولی لباس باشه که پوشش داشته باشه. اون چه که اسلام به او تکیه دارد، شریعت اسلام این لباس باشه که آدم بپوشه. حالا توی همین ایران یک لباس نیست، لباسا هم مردان اقوام و هم لباسای زنان اقوام مختلف، لباسا مختلف هست. و این برای زنان، این پوشش برای زنان حیاتیه و برای زنان مهمه و واقعا حرمت زنه و احترام زنه در لباس اسلامیه، در پوشش اسلامیه. زنان از نظر اسلامی نباید انقدر لباس تنگ بپوشند که اعضای بدن بیرون دیده بشه و نه انقدر نازک باشه لباس که ستر نکنه بدن را. و لباس زن مقداری باید آزاد باشه که کشاد باشه که هم بدن بیرون نمایش نده و هم لباس انقدر زخامت داشته باشه که از درون لباس بدن نمایش نده و بدن دیده نشود. این قسمتش این دستور اسلامه. شما هر لباس هر قوم و ملتی را بپوشید باید ساتر باشه و ستر کننده برای زنان باشه. ظلم کردن غربی ها و هم شرقی ها، همه ملت های دنیا ظلم کردن بر جامعه زن، بر جایگاه زن، بر مرتبه و مقام زن. زن به عنوان مادر، زن به عنوان خواهر، زن به عنوان دختر و زن به عنوان همسر حرمت داره، احترام داره. همه ملت ها به زنان احترام قائلن و دین اسلام از همه بیشتر حرمت برای زن قائل است. و لحظه زن نباید بی حرمت باشه. آنانی که زنان را برهنه به صحنه می آوردن می آورند و این پیشرفت می دانند و این ترقی می دانند و این بالندگی می دانند، بسیار بر خطا و اشتباه. بله، زن به عرصه بیاید، به صحنه علمی بیاید، به صحنه کار بیاید و تلاش بیاید، ولی زن اشکال نداره به عرصه سیاست بیاید و بیاید برای فرهنگ کار کنه، بیاید برای سازندگی در سازندگی نقش داشته باشه. اما با پوشش اسلامی نباید بی حجاب بشه، نباید بی فرده بشه، نباید زن برهنه بشه و نباید زن نیمه برهنه بشود، بد حجاب باشه به اصطلاح. زن شخصیتش با لباس، با تقوای و با حیای الله رب العزت، حیا را در همه بشر، چیزی که بشر با حیوان جدا میکنه حیاست. و غیر از حیا چیزای دیگه هم موجوده، ایمانه. ولیکن عزیزان حیا یکی از اخلاق های مهم و خصوصیت های مهم بشره. باید بشر حیا داشته باشه. در این حیات در همه ملت ها خوبه، نه تنها ملت مسلمان. اسلام که بیش از همه چیز به حیات تاکید کرده است، لیکن توی ملت های دیگر، فرهنگ های دیگر حیا موجوده و هیچ فرهنگ جایز نمیدونه و درست نمیدونه که انسان لباس خودش را بکشه و بیرون بیاید، اما زشت میدونن. مرد باشه و یا زن، برای زنان بیشتر شرم آور می شود که لباس خودشون را بیرون بکنن. همه ملت ها و همه فرهنگ ها و همه تمدن ها حیا را چیزی خوبی می دانن و پوشش برای انسان ها، همه تمدن ها لازم می دونن انسان پوشیده باشه، لخت نباشه، لخت مادرزاد نباشه. و لحظه حیا چیز بسیار خوبی است و الله رب العزت به همین امر کرده. قرآن در رابطه با لباس صحبت کرده: یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. آیه بشر و انسان بنی آدم شامل مسلمان و غیر مسلمان، ما لباس نازل کردیم که دو تا فائده را اللہ ذکر کرده مهمان. او فائده اولینه که یواری سوآتکم، عورت های شما را می پوشد، آن چیزی که دیدنش زشته ظاهر کردنش بده، این لباس برای شما ستر است و عورت ها را می پوشه. و ریش فرموده این لباس زیبایی است و زینت. وقتی که این لباس زیب تن می شود، تن انسان و قد و قامتش را زیبا می گرداند، لهم زیبایی و هم ستره. و لحاظه اگر انسان برهنه باشد، هم زیبایی را از دست می ده و قبیح و زشت و بد می شود، و هم انسان عورت هایش ظاهر می شه و بد می گذره دیدن او، ناگوار دیدن او، شرم‌آور می شود دیدن او. و بعد فرموده لباس و تقوی، دومی لباس، لباس فرهیزگاریه که از گناه شما را حفاظت میکنه و از نافرمانی و از کارای زشت و اخلاق بد و از زشتی ها شما را این لباس تقوی حفاظت میکنه، همانطور که لباس دنیا شما را از سردی و گرمی هم حفاظت میکنه. و از استفاده های بزرگ این لباس آنی که در مقابل سردی و گرمی حفاظته. لحظه بیرون کردن این لباس هشدار داده بعد الله تعالی که شیطان در تلاشه که لباس شما را خارج بکنه، همانطور که لباس آدم و حوا را با ارتکاب گناه خارج کرد. آدم و حوا وقتی خطای مرتکب شدن در بهشت، لباس بهشتی را از تنشون بیرون کردن و اونا را لخت و برهنه به دنیا فرستاد. ولهذا این لختی و برانگی بسیار برای آدم و حوا سنگین تمام شد، از برگهای درختان جنت می کندن و که عورتهای غلیظه را و عورتهای که زشت ظاهر کردنشون بپوشند. و برای این شیطان هم وارد تمام طور که لباس آدم و حوا را کشید، در تلاش که لباس بشر را بکشید. و امروز شیطان عزیزان من کشیده لباس عده کثیری را از دختران آدم، از زنان جامعه بشری و انسانی، و مردان کمتر توانسته، مردان پوشیدن، پسران پوشیدن. اما این فرهنگ غلطه که زن باید برهنه باشه و بی لباس باشه و لباسش کم باشه، و دختران اینها لباسشون، و غربی ها و مردم دنیا و فرنگای مختلف برای انکه زنها را نگاه کنند و استفاده ابزاری بکنند، به وسیله اینها تجارتشون را، رستوران هایشون را، هتل هایشون را و تجارتشون را رونق ببخشند، اونها زنها را برهنه کردن، کم لباس کردن و بی لباس زنها را آوردن، بی حجاب به اصطلاح آوردن بر کارها، و تا جذب کنم مشتری را، تا جذب کنم مردم را و استفاده مالی ببرند و استفاده ابزاریه. و این زشته و نازیباس به زنی که جایگاه داره، حرمت داره، مادر هست و احترام داره، نباید این کار انجام می گرفت. و این هموش شیطانی که لباس آدم و حوا را کشید، امروز لباس اکثریت را، لباس را کمرنگ کرده و پوشش ضعیفه و بسیار زشت و نامناسب هست. زنان مسلمان باید از فرهنگ اسلامی تابعداری بکنند، پوشش را مراعات کنند. برای زنان جایز نیست مسافرت کردن با نامحرم، و ولو اینکه جمع مردان جمع زن باشد و
بالاخره محرم همراه نباشه از لحاظ شرعی مشکل داره و این جایز نیست. زن محرم زن نمیتونه باشه و لحاظ محرم با زنان در سفر باید همراه باشد. و این نکته را هم توجه داشته باشید که شیطان تمام زورش را در همه قسمت ناحیه میزند و لحاظ حدیث آمده که زن وقت خارج میشه از خانه که برای زنان خارج شدن از خانه جایزه، برای نماز برن، برای نیازهایشون برن، برای تعلیم برن، اما شیطان لعین تلاش میکنه که او را زیر نگاهش قرار میده تا تحریک کنه دیگران را. و لحاظه شیطان دشمنه و کارش همینه و لحاظه نباید زن وقت بیرون میره آرایش کنه. بعض زن ها ماتیک میزنن، بعضی آرایش میکنند و بیرون میرن. این صحیح نیست، این درست نیست. آرایش در داخل خانه خوبه، نه بیرون از خانه که در معرض دید بیگانگان قرار بگیره. زن بر رنگ اصلیش بدون اینکه آرایش بکنه از خانه بیرون بشه و عطر و عطرکلون استفاده نکنه و اگر مسافرت میرود با محرم همراه بشه و بره. و در این پاکی موجوده و در این طهارت موجوده و زنان باید مواظب باشه و نباید آرایش هیچ زنی را مرد بیگانه ببیند. وقت تمام شده، دیگه مطالبی هست. و در حال این مسئله بسیار مهمه. بسیاری از زنان آرایش میکنند و بازار را میفتند و بعضی از فرزندانمان و دخترانمان به دانشگاه میرن با آرایش و این درست نیست. یا به مکتب بیایم با آرایش، نه، با رنگ طبیعی و رنگ عادی خودشون که الله داده برن ولی خود را آرایش نکنن. و این تحریک کننده و به شیطان فرصت میرسه و به شیطان موقعیت میرسه که تحریک کنه و خودش گناه و خلاف شرع است. هفته گذشته بالاخره اکثری رویدادهای هفته گذشته و اتفاقاتی بسیار خوشحال کننده پیش آمد و این عرض کنم نماینده کشورهای حاشیه خلیج، شورای همکاری خلیج که حامل پیامی بود از این کشورها برای جمهوری اسلامی ایران و ملاقاتشون بر رئیس محترم جمهور و با وزیر امور خارجه و تسلیم پیام امیدوار کننده هست و امیدواریم که انشالله مسلمانان بتوانند باب گفتمان را بین خودشون باز بکنند و با مذاکره و دوراندیشی و سعی صدر بازوی خیش را در مقابل مسلمانان، همه مسلمانان در مقابل یک دیگه باید پایین بکنن شانه خودشون را. و به هر حال با دل سوزی برای ملت مسلمان با هم ارتباط برقرار بکنن. امروز جهان اسلام با مشکلات مواجهه. این جنگ های ویرانگر که هم دنیای مردم را ویران کردند و هم آخرت مردم را تباه می کنند. هر جا جنگ می آید فرهنگ نابود می شه، اقتصاد و ثروت نابود می شه، امنیت نابود می شه، عزت به باد می ره و ضرر دینی و دنیوی هست. و اللہ تعالی جنگ نیاره، جنگ ویرانگر هست. و لحظه باشد که مسلمانان با ارتباط بین خودشون بتوانند که این جنگ ها را مهار کنند و با مذاکره گفتمان و صلح و سازش بین اقوام و بین ملت های کشورهایی که در اون بران زده هستند بتوانند از جنگ جلوگیری بکنند. جنگ نه دنیا میگذارد نه آخرت میگذارد، همه را تباه میکنه. و اگر کسی به جانب حق باشه هم برای او چیزی نمیمانه. ای همه انسان کشته میشه، نفرین نازل میشه و
متاسفانه لعنت میآید وقتی آدم های بی گناه کشته میشه، وقتی خون ها ریخته میشه، و باشه که این رابطه برقرار بشه بین کشورهای اسلامی و انشاءالله این جنگ های ویرانگر متوقف بشه و فرج بیاید و روزنه انشاءالله باز شده روزنه امید، و امید هست که آینده خیر پیش بیاید. در هفته گذشته کنفرانس در چابهار بود و این کنفرانس توسعه طرح توسعه سواحل مکران است که از جاسک این طرح تا چابهار در بر میگیره این طرح، و این قسمتش که با اقیانوس نزدیک و از همه سواحلی که ایران در کنار دریاها داره بهترین سواحل همین سواحلان که اینجا طرحهای توسعه‌ای را میشه اجرا کرد و برنامه بسیار پیشرفته که نه تنها ایران متحول میکنه استانا، بلکه کل کشورها آسیای میانه را متحول میکنه، کشورهای منطقه را متحول میکند. لحاظا اینجا کنفرانس گرفته شد و برنامه های این طرح توسعه سواحل مکران توسط معاون اول رئیس محترم جمهور در چابهار قرائت شد و جلسه بسیار خوبی بود. و آنچه که اما مایه خوشحالی اینه که توجه نظام جمهوری اسلامی و توجه رهبر معظم انقلاب و دولت تدبیر و امید به سواحل این با قسمتش خوشحال کننده است. و آنچه که دغدغه موجوده و مردم سواحل ساحل نشین و مردم استان دغدغه داره اینه که در این توسعه و به حاشیه گذاشته بشن و در این طرح توسعه اونها نتوانند که شامل باشند، و به هر این دغدغه‌ای که اونها داره که اونها فراموش نشن. و در آنجا در این صحبتایی که آنجا شد هم معامل اول همین فرمودن که بومی ها اولویت دارن در این تر، و به هر این صحبت امیدوار کننده بود. و توصیه ما به همه دولت مردانانه که این دغدغه مردم ساحلی استان را مد نظر قرار بدن و اونها و باید هم اکنون مردم آمادگی بدن برای شامل شدن و همراه شدن با این توسعه. هم مردم منطقه باید این فکر بکنن، هم با سرمایه گذاری و با آموزش های لازم و تعلیم لازم و کسب مهارت خود را با این توسعه همراه بکنند، چون توسعه در منطقه همین مردم استانه و مردم استان اولویت دارند. طبق سخنان معاون اول محترم رئیس جمهور، و لحاظه توصیه هم رهبر معظم انقلاب همین است که مردم منطقه باید در نظر گرفته بشوند، دیده بشوند، و لحاظه هم باید مردم منطقه آمادگی نشان بدن با سرمایه گذاری در آن منطقه، و هم مسئولین محترم استاندار محترم سیستان و بلوچستان و در کل دولت تدبیر و امید برنامه ریزی بکنند که مردم مهارت کسب بکنند، مردم آموزش ببینند، تا نیاز اول بیکاران این منطقه که سرگردانند و با مشکل مواجه بتوانند آنجا مشغول باشند و کار کنند، و من بعد کسانی که از سایر ایرانیان استفاده بشه. اولویت با مردم منطقه، و اگر مردم منطقه نادیده گرفته بشوند این چیزی است که خوشایند نیست و بسیار نامناسب هست. و انشاءالله ما امیدمون همینه که با دل سوزی که مسئولین
امر دارند این تدبیر بکنند و برای این باید فکر بکنند. هم مردم منطقه باید آمادگی را داشته باشند. و آخرین نکته، باران بسیار وسیع و گسترده و که الحمدلله منطقه را بعد از 2-3 سال خشکسالی که باران نیامده بود و قنات ها خشک شدند، چشمه ها خشک و بیش از 1000 روستا را در جنوب استان با تانکر آب می دادند، الله باران وسیع آورد. رودخانه ها اکثرا جریان پیدا کردند و بعض مسلسل این روزا جاری بودند. و الحمدلله نعمت وسیع، گرچه در قسمت های زاهدان این باران آخری قسمتش بوده و کمتر باریده، ولی بعد شکر پروردگار است که باریده است و کل استان فرا گرفته و انشاءالله پشتر دیگه باران میاد. سهم شما در این باران و کسانی که کمتر بوده سهمشون بیشتر خواهد بود و جای نگرانی نیست. و اما اونجا این چی که بنده خواستم خدمت شما عرض بکنه، سیل بردگیه که در بعضی از مناطق آمده و یادداشت دادن که 5500، بیشتر از 5500 خانه ها ویران شده و نفران اینا 5500 نفر اسکان اضطراری داده شدن و روستاهای اطراف کنارک، زرآباد، قصرکند، پنوچ، ایرانشهر آسیب جدی بعضی روستاها دیدن و از توان هلال احمر هم خارجی و زایات گسترده است. هلال احمر و سایر نهاد و ارگان تلاششون را خواهند کرد. استانداری محترم و ستاد حوادث غیر مترقبه، اما من و شما هم باید کمک برسانیم، دست برسانیم. مؤسسه خیریه محسنین اعلام آمادگی کرده که انشاءالله در صحنه حضور پیدا بکنه و جانن و مالن کمک کنه این آسیب دیدگان را. و از عزیزان انتظار می رود که انشاءالله به محل، به مسجد یا مدرسه و حضور پیدا بکنند و به دفتر مؤسسه و انشاءالله کمک های نقدی و جنسی خودشون را تقدیم کنند تا هرچه سریع تر بتوانن فردا یک کاروانی برای امداد بره در منطقه. و این حرکت مردمی بسیار مؤثره و وظیفه من و شما را می رسانه و من و شما مسئولیم، هر کسی به اندازه خودش. اینجا ما کمک جمع‌آوری نمی کنیم، ولی همه شما را تشویق می کنیم که انشاءالله مراجعه بکنید، دستی برسونید تا به این نیازمندان که زندگیشون، وسائلشون را سیل برده یا در اثر آب گرفتگی از بین رفته است، لحظه به این ها بتوانند. اینجا فرموده زیر انداز و پتو و اچاق، آب مادنی، کنسر، جات و وجه نقد از همه مهمتر و ضرورتی تر هست. الله تعالی توفیق عنایت کنه.